همکارم مرتضی کاظمیان اینجا در استودیو با ما همراهی میکنه. با چه هدف و انگیزه این همه تبلیغات گسترده حکومتی برای سرود سلام فرمانده داره انجام میشه؟ این ما در ایران با یک حکومت اقتدارگرا روبرو هستیم، یک نظام اقتدارگرای متکی به شخص حاکم و سرکوبگر. اما این حکومت دو تا ویژگی هم داره، یکی اینکه رانتیر هستش، یعنی عمده درآمدهاش همون نفت و گاز و ثروت‌های سرمایه ملی است که هر جا بخواد هزینه میکنه، و یک ویژگی دیگه‌اش ایدئولوژیک بودنشه. با این دو ویژگی طبیعتاً تلاش میکنه اون اقتدار غیر دموکراتیک خودش رو تداوم ببخشه. این کلیپ یکی از اون شواهد بارزه، یعنی یک کلیپی در شبکه استانی ساخته میشه، در صدا و سیما مورد حمایت قرار میگیره، در بخش‌های مختلف پوشش داده میشه، گسترش پیدا میکنه و میرسه به جایی که فرمانده کل سپاه پاسداران ازش تجلیل میکنه. جالبه، میگه که این یک اجرای آسمانی بوده و همایش قراره برگزار بشه. الان صدا و سیما مثلا زیرنویس میکنه که پنجشنبه قراره یک همایشی برگزار بشه در استادیوم آزادی تهران و لشکرکشی کنن. چرا؟ چون مضمون این کلیپ حتی فقط یک موضوع مرتبط با مهدویت نیست، یعنی تبلیغ فقط یک اندیشه مذهبی نیست. این سرود تأکید میشه توش که این دانش آموزان، این کودکان قرار تبدیل بشن به سربازان علی خامنه ای، قرار تبدیل بشن به قاسم سلیمانی و قرار بشن سربازان گمنام، یعنی به عنوان نیروی اطلاعاتی امنیتی نظامی شخص اول نظام ایفای نقش کنن. یعنی یک رویکرد میلیتاریستی امنیتی نظامی با استفاده از یک کلیپ، یک سرود، به نوعی حاکمیت سیاسی استخدام میکنه ابزارهای مختلف رو و تبلیغ میکنه برای اینکه این بقای غیر دموکراتیک خودش رو تداوم ببخشه. و عملا همون کاریه که نظامهای اقتدارگرای دیگه در تاریخ هم انجام دادن. در یک دوره در آلمان نازی هیتلر همین کار رو کرد، در یک دوره موسولینی با نظام فاشیستی در ایتالیا همین کار رو کرد. استخدام کردن کودکان رو، دانش آموزان رو، تلاش کردن شستشوی مغزی کنن و اونها رو در راه منافع یا پروژه‌ها یا توهمات خودشون این دیکتاتورها به کار بگیرن. و البته جالب اشاره کنم که این اتفاق داره در شرایطی رخ میده که کشور در شرایط جنگ نیست، یعنی مردم ایران در معرض جنگ نیستش، اما این رویکرد نظامی باعث میشه که فرمانده کل سپاه حتی تجلیل کنه که این کلیپ، این سرود مفهوم جهادی داره، و در حالی که مشخص نیست چرا دانش آموز، چرا کودک باید درگیر این مفاهیم بشه و به نوعی تبدیل میشه به یک ابزاری برای سوء استفاده حاکمیت اقتدارگرا. خب این حجم از تبلیغات حکومتی با این ویژگی‌هایی که شما توصیف کردی چقدر اساساً میتونه در بقای نظام سیاسی و در افکار عمومی به خصوص نسل جوان تحت تاثیر قرار بده و مؤثر باشه؟ خب واقعیت اینه که به تعبیری وجدان‌های در واقع حکومت در میدان وجدان‌های مردم هر روز داره سنگرهاش فرو می‌ریزه و سنگرهای بیشتری رو از دست میده. این حکومتی که اینجور داره در چشم مردم به نوعی بی‌پشتوانه میشه و روز به روز ریزش بیشتری رو پیدا می‌کنه، به هر ابزاری چنگ میزنه تا حامیانی جلب کنه برای خودش. یکی از اون ابزارها مداها هستن، همین مدایی که خب در واقع بانی این سرود بوده، این کلیپ بوده که مورد حمایت صدا و سیما، مورد حمایت سپاه پاسداران قرار گرفته و تلاش میکنه که با استفاده از این ابزارها جلب کنه. اما فراموش نکنیم در شرایط این اتفاق داره رخ میده که مثلا در تهران فقط حدود 7000 کودک کار وجود دارن که فقط اینا زباله گردن، 10000 کودک کار در ایران مطابق آمار رسمی و چند صد هزار کودک کار که اینا ثبت نشدن در کشور وجود داره، در شرایطی که میلیون ها کودک در این دو سال گذشته به خاطر نداشتن تجهیزات امکانات آموزششون مخدوش شد. و البته در سوی مقابل هم یک وضعیت اجتماعی کاملا متفاوت که مثلا در اینستاگرام یا جای دیگه تبلورش مشخصه، اقبالی که به بعضی از خواننده ها میشه. به یک معنا حکومت فکر میکنه که میتونه این شستشوی مغزی رو اعمال کنه، ولی واقعیت اینه که این جامعه روز به روز داره فاصله میگیره و فقط ممکنه یک اقلیتی بشن سرباز سیستم یا تزویر کنن و دروی کنن، خودشون رو هوادار و حامی حکومت نشون بدن، اما قطعا در بزنگاه ها خب اینها هم سکوت میکنن یا میرن به طرف اون اکثریتی که معترض به شرایط حاکمه. از توضیح شما ممنونم. مرتضی کاظمیان همکارم اینجا در استودیو با ما همراهی میکرد.